جمهوری اسلامی همه فعالیت های خارج کشوری که کرده، لبنان، نمیدونم سوریه، عراق، هر جای دیگری و به آمریکای لاتین، مثل میکروبی که روی زخم روش میکنه، جاهایی که مشکل ها، جنگ داخلی ها، اختلافات هست میره. مهمترینش اینه که از این حمایت سیاسی که بخصوص در ونزوئلا بوده، با گروه فارک که در کولومبیا هست و ارتباط مشخصی هم با به اصطلاح کارتل های مواد مخدر داره، هم خودش در مواد مخدره، اینا ارتباط برقرار کردن و میتونن کار میکنن. دوم، به خاطر همین گروه فارک، یعنی همون گروهی که خودشو سوسیالیست میدونه، کمونیست میدونه، درست میگم؟ بله، و بله. ولی مسلحه و با مواد کارتل های مواد مخدر کار میکنه و یه گروه خلاصه قاچاقچی مواد مخدر ولی مسلح و خیلی هم بله، سال هاست برای درآمد همکاری میکنه، هم با کارتل ها هم خودش این کار رو انجام میده. یعنی همون کاری که حزب الله لبنان مثلا در لبنان میکنه، داره فارک در کولومبیا میکنه. بفرمایید. یکی از شبکه هایی که اروپا و آمریکا مشترکاً اینها منهدم کردن، فکر کنم در سال 2012 بود، شبکه علی فیاض بود که اینا به طور مشخص 3 نفر بودن که اینها رو دستگیر کردن. اینها مشغول خرید موشک‌های ضد هوایی بودن به طور قاچاق برای فارک، برای فارک در کولومبیا. دوم، همین ارتباطات سیاسی به خصوص با کارتل‌های مکزیکی که زیتاس مهمترینشونه. خب اینا رو خرید رو انجام میدن، میمونه انتقالش. مهمترین انتقالش، خیلی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، یعنی دولت های به اصطلاح هم پیوند با جمهوری اسلامی مثل دولت مادورو، مثل دولت فعلی نیکاراگوئه، مثل نمیدونم بقیه دولت هایی که اونجا هستن، مثل بولیوی، اینها یا مثلا از گروه فارک حمایت میکنن در و با اون در پیوندن. مهمترینش ونزوئلاست، بله، حمایت میکنن. اصولا توی این کشورها این کارتل ها و گروه های بازمانده ای که به عنوان گروه چریکی مثلا هنوز شناخته میشن و گروه های خلافکار دیگه، اینها رو معمولا کشورها الی همدیگه هم استفاده میکنن. جمهوری اسلامی هم از همین ارتباطات استفاده کرده، تونسته پایگاه اصلیش رو در ونزوئلا بزنه در ارتباط با کولومبیا و کارتل های مکزیکی. ببینید اینا چی کار میکنن. اول از همه انتقال مواد مخدره. به طور مشخص چند بار اینها از طریق کارتل های مکزیکی برای انتقال مواد مخدر به آمریکا استفاده کردن. دوم، این مواد مخدری که میارن بخش عمدهش از طریق ونزوئلا به غرب کشورهای غرب آفریقا میره، از طریق کشورهای غرب آفریقا با شیوه های مختلف به اروپا و خاورمیانه میره، حالا به واسطه کانتینر به بنادر اروپایی ارسال میشه، به طریق مسافر و محمولهای مختلف. اینا همش بخواد این کشف هایی که شده، شبکه ها نتیجه گیری این کشف هاست و این عملیاته. یکم از طریق مسافر که عمدتا از همون منطقه سمرزیه. این میشه فعالیت اولش، یعنی انتقال و فروش مواد مخدر. دوم، شبکه پولشویی که این مهمتره به اعتقاد من. یعنی مثلا شبکه‌هایی که گرفتن که مهمترین شبکه ایمان جمعه بود که در عملیات کساندرا اینو کشف کردن که ده ها شرکت در آمریکا، در اروپا، در آفریقا و در آمریکای لاتین داشتن. اینها هم پول‌های مواد مخدر خود حزب الله رو پولشویی می‌کردن. یعنی چطور مثلا می‌کردن این کارو؟ مثلا در آمریکا $10 میلیون ماشین دست دوم می‌خریدن، اتومبیل به کشورهای غرب آفریقا مجموعه بنین میفرستادن، در اونجا میفروختن، پولها رو از طریق صرافی ها و شیوه های دیگه به لبنان میفرستادن، از بانک لبنانی کانادایی استفاده میکنن، این پول وارد شبکه مالی بین‌المللی کنن. دوم، این شبکه ایمان جمعه و دیگر شبکه های پولشویی حزب الله برای کارتل های مواد مخدر هم پولشویی میکردن، یعنی پولایی که این کارتل ها داشتن در کشورهای مختلف رو برایشون پولشویی میکردن با 20% پورسان و هنوز هم میکنن. ایمان جمعه رو دستگیر نکردن، میکنن. برآورد اروپا، آمریکا و کشور آمریکا دین بوده که سالانه از پورسانت و این پولشویی این شبکه یه چیزی حدود $200 میلیون در ماه درآمد داشتن، یعنی بالای $2 میلیارد در سال. بنابراین یک قاچاق، دو پولشی، سه کی درآمد داشته این $2 میلیارد داشته؟ حزب الله لبنان. بله، حزب الله لبنان، ولی از طریق همین مواد مخدر و پولشی، مواد مخدری که از در واقع از آمریکای مرکزی که مهمترینش ونزوئلا، یعنی مرکز انتقال ونزوئلا، از ونزوئلا بیش از همه به آفریقا
به اروپا و به خاورمیانه، بله، از طریق مکزیک به آمریکا. سوم، رئیس این شبکه یا مسئول این شبکه از سال 2008 تا کنون عبدالله صفی الدین، نماینده حزب الله در تهرانه که مورد تحریم اروپا و آمریکا هم هست، هموطنان ممکن نشناسنش، در کنفرانس های متعدد در تهران ظاهر میشه. این در تهران در همکاری مستقیم با سپاه قدس قاسم سلیمانی و بخش مالی سپاه قدس این شبکه بین المللی رو اداره میکنن. حالا فایدهش برای جمهوری اسلامی سوای درآمد چیه؟ ببینید، وقتی شما صدها شرکت و شاید هم بیشتر در سراسر دنیا دارید که براتون پولشویی میکنه، شرکت‌های مختلف تحت پوشش اتومبیل، نمیدونم تجارت‌های مختلف، این شبکه اولا بسیار برای نقض تحریم‌ها، برای خریدهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی و خریدهای هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و قرار میگیره. بارها کشف شدن، دستگیر شدن این شبکه‌ها، مشغول تهیه قطعات بودن برای پهباد، بودن برای قطعات هسته‌ای، بودن در مالزی، اینا همه کشف میشن. دوم، این شبکه‌ها سوای اینکه منبع درآمدی برای حزب الله هستن، تمام هسته های تروریستی جمهوری اسلامی رو اینا رو میتونن تغذیه بکنن در سراسر جهان. سومی که این شبکه ها امکانات لوجیستیک فراهم میکنن برای این شبکه های تروریستی و عملیاتی. بالاخره یه گروه تروریستی احتیاج به پشتیبانی لوجیستیک داره. این شرکت های تجاری و این افراد کمک میکنن به این قسمت از قضیه. و در پایان اینه که اشاره بکنم، خلاصه دارم میگم چون این 12 ساله که این مسئله ده ها عملیات بوده، این شبکه رو کی میگردونه؟ درست حمایت های سیاسی هست، همه اینها هم بخش عمدش یه سری آدمایی هستن، بیشتر مهاجرین خاورمیانه‌ای، لبنانی اینا هستن که در ارتباط با حزب الله و سپاه قدس فعالیت میکنن، مسلمانانی هستن که در آرژانتین و برزیل اینا هستن. به همین منظور جمهوری اسلامی طی 10-12 سال گذشته شبکه مدارس و مساجد خودشو در آمریکای لاتین افزایش داده. اینها رو مسئولش کیه و جالبش همینجاست که ارتباط این شبکه‌ها با ترور هم می‌بینیم. این شبکه‌ها که الان بیشتر از همه در آرژانتین، برزیل، ونزوئلا اینها مساجد زدن و بیشتر چون مسلمان در آفریقا، در آمریکای لاتین کمه، مهاجرین رو جذب می‌کنن، مسئولش حجت الاسلام محسن ربانیه. این حضرت آقا قبلا رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در آرژانتین بود. عملیات تروریستی که در سال 1994 علیه مرکز فرهنگی یهودیان شد که 84 نفر بیگناه زن و بچه در اونجا کشته شدن، بعد از اون مشخص که جمهوری اسلامی و حزب الله دست داشتن و این محسن ربانی در تأمین نیازهای لوجستیکی این عملیات دست داشته. بنابراین آرژانتین رو ترک کرد، به تهران اومده. در قم اینا اومدن مؤسسه اندیشه شرق رو گذاشتن، یه حوزه علمیه به آمریکای لاتینی به زبان اسپانیولی در قم دارن، حوزه علمیه امام علی، یه مرکز دارن که مبلغ تربیت میکنه، آخوند تربیت میکنه برای آمریکای لاتین که بهش زبان اسپانیولی و به اصطلاح پرتغالی برای برزیل به اینها یاد میدن. این دو تا، سوم هم همه مؤسسه اندیشه شرقه، بعد هیسپان تیوی به زبان، یعنی مثل پرس تیوی مال صدا و سیماست، به زبان اسپانیولیه که با ماهواره پخش میشه. این خیلی کوتاه از این شبکه بسیار مهمه که برای جمهوری اسلامی نقش اساسی داره. و چرا همه این کارا رو کرده؟ ببینید، وقتی شما یه شبکه تروریستی دارید، آمریکا میدونه براش تهدیده، میدونه وقتی این با مواد مخدر، کارتل مواد مخدره، میتونه همونطور که مواد رو رد میکنه تروریست رد کنه، میتونه شبکه تروریستیش رو تامین کنه. بنابراین یک نوع باجگیری و تهدید علیه آمریکاست. از این زاویه هم میتونه امتیاز بگیره. بنابراین با سقوط مادورو این شبکه ضربه اساسی خواهد خورد، گرچه در 10-12 سال گذشته خیلی با این شبکه مبارزه کردن، تضعیفش کردن، ولی شبکه بسیار قویه. سقوط مادورو این بخش از سیاست خارجی سپاه قدس و جمهوری اسلامی رو لطمه جبران ناپذیری خواهد زد.